اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او درباره من شهادت خواهد داد. شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون نزد کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل گفتم روح حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود.